سلام به شما دوستان، به برنامه دیگر از کیهان لندن خوش آمدید. امروز در دفتر آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار برجسته بین‌المللی در لندن هستیم، برای گفتگو درباره روابط ایران و اسرائیل. درود بر شما آقای طاهری. درود بر شما جناب فرهادی. آقای طاهری، از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار شد، میدونیم که آیت الله خمینی یکی از هدف‌های حملات لفظیش کشور اسرائیل بوده و اینکه اسرائیل باید نابود بشه و به جای اون فلسطینی‌ها در اون منطقه دولت خودشون رو، کشور خودشون رو داشته باشن. در واقع روزی نبوده از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی که بلندگوهای تبلیغاتی حکومت علیه اسرائیل تبلیغاتی انجام نداده باشن. این در حالیه که پیش از انقلاب ایران و اسرائیل روابط بسیار حسنه‌ای داشتن، البته به صورت دو فاکتو بود رابطه‌شون و هم حتی رهبران اسرائیل برای گرفتن نظرات شاه فقید به تهران سفر می‌کردن، هرچند به طور محرمانه. بفرمایید چرا باید یک همچین حالت خصمانه‌ای در روابط این دو کشور که زمانی دوستای نزدیک هم بودن وجود داشته باشه؟ بله، ببینید، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسئله‌ای که مطرح نشد به طور عمومی و برای بحث آشکار و بحث جدی این بود که روابط ما با اسرائیل باید چی باشه. می‌دونید قبل از انقلاب ایران همونجور که گفتین به طور دو فکتو اسرائیل به رسمیت شناخته بود، اسرائیل هم نمایندگی داشت بدون اینکه سفیر شناخته بشه، رفت آمد زیادی بین دو طرف بود و غیره، ولی در این حال یه نوع لاپوشونی هم وجود داشت. مثلا برای اولین بار یه مسئله شخصی رو براتون مطرح بکنم. موقعی که من سردبیر کیهان شدم، معاون سفیر اسرائیل یا آقایی به اسم گیلبوا اومد به دیدن من، تقاضا کرد که ببینیدم، اومد گفت که من میخواستم ازتون دعوت بکنم که به اسرائیل سفر بکنین. من گفتم خیلی خوب نگاه میکنم و اینا. بعد از مرحوم خلدبری که وزیر خارجه بود پرسیدم که یه همچین چیزی شده و اینا، نظر شما چی؟ گفت بله، تمام به سردبیرها و اینا به اسرائیل سفر میکنند. بعد نگاه کردم دیدم بله، سردبیر قبلی کیهان، یعنی هر دو سردبیر قبلی کیهان، مرحوم دکتر سمسار، دکتر عبدالرسول عظیمی، سردبیران اطلاعات، آقای شهیدی، آقای سید جوادی، اینا به اسرائیل سفر کرده بودن. البته به طور محرمانه. بعد الان میرسید آقای داریوش همایون از آیندگان که بعداً وزیر شد، بعد آقای جلال آل احمد که الان یکی از به اصطلاح قدیسان جمهوری اسلامی است، اون موقعی که سردبیر مجله علم و زندگی بود، آقای احسان نراقی، آقای ابوالحسن بنی صدر که بعداً اولین رئیس جمهوری اسلامی شد، همه اینا رفته بود. آقای خلیل ملکی رهبر، ابوالحسن بنی صدر در چه مقامی رفته بود؟ اون موقع دانشجو بود در مدرسه علوم اجتماعی تهران و دستیار کرد، دستیار نراقی بود. اینا خلاصه همه رفته بودن. اینا این برای من کاملا تازگی داشت. بعد نگاه کردم دیدم که بجز آل احمد که چند تا مقاله در تعریف و تمجید از اسرائیل چاپ کرده بود تو مجله علم و زندگی که این باید یک الگویی باشه برای کشورهای اسلامی که دین خودشون داشته باشن مخلوط با سوسیالیسم، و این اسرائیل اون موقع میدونی یه رژیم چپگرای سوسیالیستی مخلوط یهودیت و سوسیالیسم و اینا رو داشته، بجز آل احمد که این دار نشته بود، بقیه همه مخفیانه رفته بودن. من گفتم که من حاضر نیستم، مگه من دزدم که مخفیانه برم؟ خیلی علاقه دارم برم اسرائیل. ما تو میدونی من روزنامه نگار هستم، در درجه اول هر جام که رفتم راجع به این کشورها نوشتم، رفتم به شوروی، به عراق، افغانستان، نمیدونم بنگلادش، هر جا. حالا من که دارم مخفیانه برم به اسرائیل؟ بعد به مرحوم خلدبری گفتم که یه چیزی هست اینا. گفت خب حالا بعد به عرض اعلیحضرت برسونیم و فلان اینا. بعض اعلیحضرت رسوندن و اعلیحضرت گفتن نه، این نمیشه علنی برین و فلان اینا. خلاصه من شدم تنها سردبیر ایرانی که نرفت هیچ وقت به اسرائیل. عجب. بله.
برای اینکه میدونی من با حقوق بازی مخالفم، یعنی قبل از انقلاب، ولی بعد از انقلاب تشکیل بود. بله، حال بله بعد از انقلاب. ببینید من مزه این بود که اگه زمونه مثلا شاه میومد گفت اسرائیل یک کشوری است که به وجود اومده، یه دم کشورهای دنیا به رسمیت شناخته، ما هم به رسمیت شناختیمش به این دلایل، مثل ترکیه. چرا فکر میکنین روابط دو فکتو بود؟ به خاطر نگرانی های جهان عرب؟ بله، برای اینکه و همچنین نگرانی رژیم از اینکه آخوندها رو تحریک نکنین، چون میدونی آخوندها در جریان 28 مرداد خب خیلی از شاه حمایت کردن، میدونی آیت الله بروجردی یا آیت الله کاشانی در انداختن مصدق، در روی کار اومدن دوباره شاه، اینا همه نقش داشته، یعنی یک ائتلافی وجود داشت و امتیازاتی که رژیم شاه به آخونده میده، یکی مثلا این بود که گاهی میزنن تو سر بهایی ها مثلا حضرت و قدسشون رو خراب کرد، یا میگفتن مثلا ما اسرائیل به رسمیت نشناختیم. این به نظر این کارا اشتباه بود، ولی آخوندها میدونستن که روابط دو فکتو وجود داره. بله، مثلا که همه معلوم بود، بین هواپیمای الهلال تو مهرآباد میدیدن تیم فوتبال اسرائیل اومد در تهران بازی کرد و البته 3 گل خورد. بله، میدونین اینا رو من با دو دوزه بازی کردن مخالف بودم. الان هم ما دو دوزه بازی میکنیم، یعنی الان ما با اسرائیل مخالفیم. آقای خامنه‌ای که فوت شده رفته، آقای خامنه‌ای بیاد بگه ای مردم ایران ما به این دلایل با اسرائیل مخالفیم، 1 2 3 4، و مخالفت با اسرائیل این منافع هم برامون داشته. این بحث رو من خواستم باز بکنم. فکر نمی‌کنی یه حالتی هم وجود داره که بعضی ها معتقدن که اسرائیل واقعا با آخوندها بد نیست، پشت پرده ممکنه رابطه هم حتی داشته باشه، کما اینکه اگه یادتون باشه در زمان مسئله ایران کنترا، خب اسرائیل اسلحه رسوند به ایران، لوازم یدکی جت‌های F-4 ایران رو تامین کرد مشاور آقای خسروی. بله، ببین خب همین گرفتاری همه لاپوشونی ها همینه. میدونین در جریان جنگ ایران عراق خب 100% اسرائیل به ایران کمک کرد، در این تردیدی نیست. موشک‌های ضد تانک و اسرائیل به ایران داد، TOW ها رو که نیروهای صدام حسین متوقف کرد. معاون موساد امیرامنیر اومد به تهران با الیور نورث و با همین آقای روحانی مترجمشون بود، آقای دوری، آیت الله دوری نجف آبادی، قربان علی دوری نجف آبادی مذاکره کننده بود، طرف معامله شون آقای رفسنجانی بود، آقای حسن روحانی یکی از چون ایشون خودشون الان مترجم دارن وقتی نمیدونم به هر حال یکی از چیزایی بود. این توی چیز هست، توی تو تاور کمیشن هست. بله، یعنی یه چیز مخفیانه ای نیست و توی خاطرات الیور نورث هم هست. دیروز در حرم حضرت معصومه یک مثلا جزوه ای رو پخش کرده، حالا نمیدونم کی پخش کرده، که عکس آقای روحانی و الیور نورس و رفسنجانی و همین مأمور موساد امیرامنیر روش هست، که بعدا به طرز مشکوکی در مکزیک بکنم هواپیماش سقوط کرد. بله، و کشته شد و فلان. یعنی من میخوام بگم که انتقاد نمیکنم، اگر جمهوری اسلامی هم تشخیص میده که دوستی با اسرائیل به نفع ایرانه باید این کار رو بکنه. برای من نفع ایران در درجه اول مهمه، متوجه هستین؟ ولی کرک نباید بزنیم، میدونی کرک بزنیم در میاد. و متاسفانه هم در زمان شاه این دو دوزه بازی کردن راجع به اسرائیل بود به یه شکلی، حالا دو دوزه کردن به یک شکل دیگه است. مثلا شما الان از نظر آقای خمینی یاد کردین که خواستار اینه که یک دولت فلسطینی تشکیل بشه و فلان اینا، همین است که گفتید. ولی واقعا اینطوری نیست. اگر کتاب اخیر آقای خامنه‌ای رو بخونین که مجموعه فکر کنم 117 تا سخنرانی ضد اسرائیلی ایشون هست، در اونجا طرحی که ایشون میده برای یک دولت فلسطینی نیست، میگه یه رفراندوم بشه برای تشکیل یک کشور 2 ملیتی، یعنی هم اسرائیلیا توش باشن و هم فلسطینیا توش باشن. خب این طرحی که خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم پیشنهاد کردن. خیلی خب، من اصلا مخالف یا موافق هیچ طرحی، من میگم که اگه یه سیاستی دارین اینو شرافتمندانه با خلوص نیت با مردم در میان بذارین، مردم احمق نیستن، بحث بشه تو مجلس همین اسلامی، بحث بشه تو مطبوعات اسلامی، بحث بشه، مخالف و موافق صحبت بکنن، بعد یه سیاستی داشته باشه. ولی ما الان میدونید در زمان شاه به یه شکلی هم چوبو می‌خوردیم، هم پولو می‌دادیم، هم پیاز، برای که فوش می‌خوردیم، برای که دوست اسرائیل است. بله،
بعدم دوستای اسرائیل به ما میگفتن شما چرا اسرائیل به رسمیت میشناسید، یعنی از هر دو طرف بازنده بود. آقای طاهری، ولی فکر نمی‌کنید اومدن جمهوری اسلامی به در واقع به اسرائیل کمک کرد؟ چون یک مقدار نفاق در جهان عرب به وجود آورد سر آمدن ایران روی کار، عربا دیگه رفتن زدیت خودشون رو بیشتر متوجه جمهوری اسلامی کردن، به نفع اسرائیل تموم نشد. بله، ولی از اون طرف هم اگه نگاه بکنین پیدایش اسرائیل به نفع ما تموم شد، به نفع ایران. برای که اگه اسرائیل نبود این انرژی منفی عرب میرفت علیه کی؟ میموند علیه ما و تا یه اندازه علیه ترکیه. برای که هنوز همین سوریه آقای اسد که ما داریم بهش کمک میکنیم، من 1986 که رفتم خیلی تعجب کردم، توی هتلی که بودم یه از این کبریتای کتابچه‌ای بهتون میده، بعد روش یک نقشه گذاشته بودن که در اونجا خوزستان عربستان نوشته شده بود، خلیج فارس خلیج عربی و یه قسمتی از ترکیه به اسم الاسکندرون. یعنی میدونی اگه اسرائیل نبود خب خیر ما دوتا رو میچسبیدن. بنابراین این جنگایی که اسرائیل با اعراب کرده جنگایی است که اگه اسرائیل نبود ما باید با اعراب میکردیم. الان حالا برعکس شده، حالا ایران تبدیل شده به منحرف کننده انرژی منفی عرب از اسرائیل. یعنی الان اسرائیل خبری نیست، تمام انرژی منفی ماست. علتش هم همین حق بازی و دودوز بازی رهبران ماست. مراسم رژه روز قدس بود چند روز پیش در تهران که هر سال برگزار میشه، علیه اسرائیل میان شعار میدن اینها. یکی از فرماندهان سپاه در اونجا، فکر کنم جانشین فرمانده سپاه آقای سلامی، بله، گفته که بیش از 100 هزار موشک در لبنان و 10 هزار موشک با بردهای بلند در اقصا نقاط اسلام فقط منتظر دستور هستند تا به اسرائیل شلی کنن. آیا این جنگ لفظیه، جنگ زرگریه، چیه واقعا؟ واقعا اینها میتونن با اسرائیل مبارزه مسلحانه رو، مثلا درگیری مسلحانه بین ایران و اسرائیل پیش بیاد، فکر میکنید شما؟ اولا که تیمسان سلامی تعداد موشک ها رو در عرض 24 ساعت 20 هزار تا بود بالا، چون 24 ساعت قبل از سخنرانی ایشون تیمسار رحیم صفوی گفته بود ما 80 هزار تا داریم، یه میدونی حراج میشه میره 100 هزار ثانیان. میدونی اصلا این بلبشویی که تو ایران هست اصلا به تیمسار سلامی چه مربوطه که راجع به سیاست خارج ایران صحبت کنی؟ میگه اصلا سگ صاحبشو نمیشناسه تو این رژیم، کی اصلا مسئول چه کاری؟ یعنی هر که آیت الله علم الهدا برای خودش یه دونه سیاست خارجی داره، تیمسار سلامی یه دونه داره، اون رحیم صفوی بازنشسته، یعنی این واقعا وضع مضحکی به وجود داره. اما از نظر این صحبت ها برای مصارف داخلی فکر نمی کنید باشه این حرفای ضد اسرائیلی که می زنید؟ بدون شک یه مقداریش هست، یه مقداریش هم برای اینکه به اعراب بگن که، یعنی به رادیکالای عرب بگن که فراموش کنین که ما شیعه هستیم و شما سنی، رهبری ما رو قبول کنین، چون ما تنها کسی هستیم که جلوی اسرائیل وایسادیم، آخر اسرائیل رو هم نابود خواهیم کرد و فلان و اینا، جنبه تبلیغاتی داره. ولی من میخوام مسئله رو برگردونم به منافع ایران. این سیاست ممکنه به نفع رژیم باشه ولی به نفع ایران نیست. میدون ایران با رژیم دو تا چیز متفاوتن، گاهی البته منافعشون یکیه، گاهی هم منافعشون یکی نیست. در این زمینه ایران به عنوان یک کشور هیچ منفعتی نداره که دشمن دراشی بی خودی کنه. پس چطور که آقای خامنه‌ای هر روز تو سخنرانیش آقای طاهری راجع به دشمن فرضی صحبت، یعنی در واقع دشمن فرضی دیگه، ایشون میگن مثلا استکبار جهانی، راجع به اسرائیل حرف میزنن، همیشه مسئله دشمن رو پیش میکشه. ولی فقط خب برای که ایشون نماینده تجسم ایران هست به عنوان یک انقلاب، نه تجسم ایران به عنوان یک کشور و دولت. موقعی که ایشون رئیس جمهوری بود نماینده تجسم ایران بود به عنوان یک دولت و اینجوری صحبت نمیکرد. ایاتون باشه سر مثلا جریان سلمان رشدی که آقای خمینی گفته بود بکشینش، آقای خامنه‌ای گفت نه اگه تو بکنه میبخشیم، چون رئیس کشور بود. نمیتونست بگه من رئیس کشور، نمیتونه بگه که من میفرستم مثلا تبعه یه جای دیگر رو ترور کنم. ولی الان ایشون مثل ماوتستونگ میدونی که تا خمینی هم یادتون باشه بهش گفت یه جوری گفت فضولی ممنون. بله گفت بعد بره گفت علی آقا بعد بره مدرسه دوباره. یعنی غلط زیادی نکنه. ولی میخوام بگم که اگه از نظر منافع رژیم خمینیستی ببینین، البته خب سوژه فلسطین ها خیلی سوژه جالبی است، عرب بهش علاقه مندن فلان، بعد هی این بوقو بزنید. ولی اگه از نظر منافع ملی ایران نگاه کنین
میدونی اسرائیل باشه یا نباشه در نقشه چه تأثیری به حال ایران داره؟ میدونی ما اصلا دعوایی با اسرائیل نداریم، نه اختلاف مرزی داریم، نه اختلاف بر سر بازارها داریم، بر سر دسترسی به منابع طبیعی اختلاف داریم، نه اینکه شیعه ای اصلا در اسرائیل وجود داره که بریم ازش دفاع کنیم، نه اینکه ایرانی الاصل و آریایی وجود داره بریم اونجا ازش دفاع کنیم. یعنی جمعیت ایرانی قابل توجهی در اسرائیل هست. بله، اینا ایرانیان یهودی هستن که فرار کردن دست آقای خمینی و داره دستش رفتن اونجا و خیلی هم ایران دوستن، ایران رو شاید بیشتر از من شما هم دوست دارن. ولی میخوام بگم که این چیز به اصطلاح پدیده جدیدی است. تعداد کمی از ایرانیان قبلا به اسرائیل رفته بودن و حتی بعد از انقلاب هم تعداد ایرانیانی که به آمریکا مهاجرت کردن خیلی بیشتر از تعداد ایرانی است که به اسرائیل رفتن. ولی به هر حال میخوام بگم ما با اسرائیل دعوایی نداریم و برعکس با اسرائیل میتونیم خیلی دوست نزدیک باشیم، میتونیم باهاشون همکاری داشته باشیم در زمینای علمی، در زمینای اقتصادی، در دسترسی که به شبکه های مالی بین المللی دارن، ارتباطات جهانی که دارن. ما الان همه بی خودی با اون دشمن شده از سر این جریان. فکر میکنید اگر این دشمنی نبود با اسرائیل، الان این برجام باید میوهاشو از درخت اینا میچیدن و روابط بهتر میشد با کشورهای مختلف، روابط تجاری، و این به اقتصاد مملکت کمک میکرد، وضع زندگی مردم بهتر نمیشد؟ 100%. ببینید، من یه چیزی که بخوام بهتون بگم این است که ایران واقعا در موقعیت عجیبی قرار داره. یکی از معدود کشورهایی است که هیچ پروبلمی نداره بجز با خودش. میدونید شما هر کشوری رو که نگاه بکنین، مثلا آمریکا رو نگاه کنین، مسئله نژادی داره، میدونید مسئله لایره، مسئله مهاجرت‌های عجیب غریبی که از آمریکای لاتین شده. انگلیس رو نگاه کنین، اسکاتلند میخواد جدا بشه، نمیدونم ویلز یه جور رای میده، ایرلندی های جدی. میدونی هر کشوری رو که نگاه کنین، کشور دیگه مثلا بنگلادش بیچاره فقیره، میدونی نمیشه 150 میلیون نفر تو یه جایی به اندازه گیلان قابل درست کردن نیست. ولی ایران هیچ مشکلی نداره، نه جمعیتش اینقدر زیاده که نشه کاری کرد، نه اینقدر کمه که داخل آدم حساب نشه، منابع طبیعی داره، 15 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی ما در ایران داریم. اینا رو فراموش میکنه. الان یه شبکه بزرگ ایرانیان خارج هم هستن که میتونن کمک بکنن ایران. مشکل فقط مشکلمون خودمونیم، یعنی بی خودی برای خودمون دشمن. مثلا ما با ترکیه واسه چی در افتادیم؟ چه 400 سال ما با ترکیه در حال پاچه افغان‌ها رو واسه چی می‌گیریم؟ سر این رودخونه مثلا هری رود و پریان رود و هیرمند هر سال مسیرشون عوض میشه. زمان شاه می‌رفتن این میلای مرزی رو می‌گرفتن، از اینور می‌ذاشتن اونجا مثلا. اما الان تبدیل میشه به اسلام پیروز نمی‌شود، اسلام تسلیم نمی‌شود. بی خودی دشمن درست کردیم. عراقی ها با ما دشمن، نمیتونیم شط العرب رو باز بکنیم. آقا میدونی الان چه سال ها صدام حسین رفته، باز چی شط العرب باز بکنیم که خرمشهر دوباره زنده بشه، بصره دوباره زنده. با روسا دعوا داریم سر دریای مازندران، با عربا دعوا داریم، 17 تا کشور با ما قطع رابطه کردن. هی پاچه اینو بگیر، هی پاچه اونو بگیر. آقا برگردیم این چه کاریه؟ برگردیم به مسئله اسرائیل. میدونیم که قبل از اینکه برجام به وجود بیاد، اسرائیلی ها خیلی مخالف بودن، مخالف مذاکرات بودن و حتی شنود هم کرده بودن که ببینن واقعا چه میگذره توی این هتلای محل برگزاری مذاکرات. و آقای نتانیاهو و بعضی از رهبران دیگر اسرائیل تهدیدهایی هم میکردن قبل از اینکه مذاکرات به این شکل جدیش ادامه پیدا کنه. فکر میکنید واقعا اسرائیل هم اشتهایی داره برای اینکه با ایران بخواد وارد درگیری نظامی بشه؟ هیچ مرز مشترکی با ایران نداره؟ اسرائیل اشتهایی نداره. ببین، من 3 بار به اسرائیل سفر کردم و در این 3 بار تونستم با تمام مقامات اسرائیلی صحبت بکنم. از قضای روزگار تنها کسی که باهاش صحبت نکردم آقای نتانیاهوه. یعنی فقط در کنفرانس مادرید دیدمش که سخنگوی وزارت خارجه بود، ولی از موقعی که نخست وزیر شد نه. ولی بقیه نخست وزیرها، رابین، پرز، نمیدونم شمیر، شارون، باراک، اینا رو همه رو دیدم. از وزارت دفاعشون، رئیس سازمان امنیتشون آقای داگان دعوتم کرد به نهار در خونه اش، مجسمه هاشو نشون داد، نقاشی هاش نشون داد. اینا همه احساسات شدیداً مثبتی نسبت به ایران داشتن. و علتش هم همون چیزی بود که گفتم، مثلا اگه به اصطلاح ایران با ما دوست باشه، اسرائیل بیشتر در امنه تا
تا ایران با ما دشمن باشه، متوجه هستین؟ یعنی از نظر منافع ملی خودشون. بعد مثلا من یه سخنرانی کردم در دانشگاه تل اویو، چون میدونید موقعی که میخواستم برم گفتن باز شما میخواین مخفیانه بیاین، چون خیلی ایرونی ها مخفیانه میگودن. من بنده مخفیانه اینجا نمیرم، تو تلویزیون اسرائیل هم مصاحبه کردم. بعد یه سخنرانی بزرگم گذاشتم در دانشگاه تل اویو که یه عده‌ای اومده بودن اصلا بیرون از سالن با بلندگو میشنیدنش، با احساسات بسیار خوب نسبت به ایران. یعنی واقعا حالا خود ایرونیای یهودی که هیچی، اونا که اصلا که میده همش عکس شاه و شعبانو و پرچم سرنگ و شیر و خورشید و فلان اینا، همه جای یهودیای غیر ایرانی هم احساسات فوق العاده خوبی نسبت به ایران داشتن. برای اینکه نگاه میکنن میگن که آقا ما با ایران جنگ داشتیم، نه مرز داریم، نه اختلاف خاصی داریم، نه. یعنی من برعکسم، من بگم ایرونی ها هم ضد یهود نیستن، برای که ما چیز تاریخ ضد یهودی نداریم اصلا و دلیلی وجود نداره که داشته باشه. پس این تهدیدی که میکرد بیشتر لفاظی بود یا نتانیاهو؟ اون واقعا من نمیدونم، چون یهود نتانیاهو بازم نمیخوام تجزیه تحلیل روانیش بگم چون نمیشناسم، بعد مثلا 2 ساعت باهاش صحبت کنم تا قلقش دستم بیاد، ولی بیشتر آمریکایی تا اسرائیلی، متوجه از هستی؟ چون در آمریکا به دنیا اومده بودن، بزرگ شده و فلان اینا، بیشتر اونجوری تجزیه تحلیل میکنه تا اسرائیلی های به اصطلاح محلی که در خود اسرائیل هستن. ولی فکر نمیکنم اشتهایی برای جنگ با ایران وجود داشته باشه در مقیاس وسیع در اسرائیل. در افکار عمومی اسرائیل که نیست، یعنی هر نظرخواهی که میشه اکثریت اسرائیلی مخالف جنگ با ایران هستن در هر شرایطی. اشاره کردی به اینکه ایرانی ها عکسای شاه و شهبانو اینا رو نشون میدادن در اسرائیل وقتی شما اونجا بودید. بعضی ها معتقدند که اسرائیل وقتی که ایران با اون انقلاب روبرو شد، با اون اتفاقاتی که به سقوط رژیم شاهنشاهی انجامید، اسرائیل کمکی به شاه نکرد و حتی یک صحبتایی بود که شاه خواستار کمک شده بود و آقای مرشدایان موقعی که وزیر دفاع بودن به دستیارانشون گفته بودن که شاه دیگه کارش تموم شده، ما از دست ما هیچ کاری براش بر نمیاد. آیا واقعا اینطوری بود شما که به اسناد تاریخی دسترسی دارید و اونا رو مطالعه کردید؟ بالا اگه صحبت های مخفیانه و محرمانه شده من دستی ندارم، ولی میدونم که در اون ماهای آخر سفیر اسرائیل آقای لوبرانی، که البته من در ایران هیچ وقت ندیدمش، ولی بعد از انقلاب در چون معاونش اومده بود بدیدم، بعد از انقلاب در پاریس دیدمش، یه دفعه هم در تل اویو شام دعوتم کرده بود. اون میگفت به من که من یه گزارشی نوشتم به دایان که وزیر خارجه بود، مثل که اون موقع وزیر خارجه بود، و گفتم که کارش ها تمومه و فلان اینا. ولی میدید در اون موقع لوبرانی تنها کسی نبود که اینو میگفت، آقای سالیوان مثلا به خود من گفت، وزیر سفیر آمریکا در تهران، در خود تهران اول بهم گفت که don't you think this is the end، که میدونی یه دعوایی با هم داشت. بعدم که دوباره بعد از انقلاب دیدمش، شده بود رئیس دانشگاه کلمبیا، با هم نهار میخوردیم همون روزی که ریگان رو با تیر زده بودن. بعد گفت که دیدی من میگفتم فلان. بنابراین آقای پارسونز سفیر انگلیس، یعنی اون موقع دیگه همه میگفتن شاه کارش تمومه، ولی ماهای قبل از اینکه اینو بگن میگن شاه درخواست کمک کرده بوده. نه، شاه درخواست کمک نکرده بود اون موقع، همیشه از هر وقت و یه وزیر اسرائیلی یا سفیر اسرائیلی رو میپذیرفت بهش میگفت که به این، چون این شاه فکر میکرد که کنترل آمریکا دست یهودیاست. بله. به خصوص در مصاحبه‌هاش هم گفت میدیا و بانک، نه به خود من، به خود من ایشون، به خود من ایشون گفت، علی‌حضرت گفت که نیکسون رو کی زد. و در جه هر وقت یکی از این شخصیت‌های اسرائیلی اینا میمد میگفت که شما به این روزنامه‌هاتون بگی به ما حمله نکنن. چون نیویورک تایمز مال یهودیا بود، مرتبا به شاه حمله میکرد. واشنگتن پست مال یهودی ها مرتب به شاه حمله میکرد. میدونید، ولی فکر نمیکرد، یعنی میدونید شاه اطلاعاتش از آمریکا و جهان غرب اطلاعات بسیار محدودی بودش، برای که هیچ وقت در این کشورها زندگی نکرده بود به جز یه مدتی که دانش آموز بود در سوئیس، و بعدم اطلاعاتی که میگرفت از منابع رسمی بود. فکر میکرد
مثلا اینا واقعا قدشون 10 متره دیگه، آدم فوق العاده ان. پس شما هیچ دست اسرائیل رو در روی کار آمدن حکومت اسلامی نمیبینید که به نوعی مثلا طور غیر مستقیم کمک کرده باشه که اینا آمده باشن روی کار، برای اینکه یک نوع میگم جدایی بین نفاق بیانداز در و حکومت کنه، اون حالت رو پیدا کنه؟ فکر نمی کنم، برای اینکه میدونید آخه چه باید همش ببینید که چه نفعی برای اسرائیل داره این کار. میدونید که شاه که به هر حال میدونید شاه مسلماً دوست و متفق صمیمی اسرائیل نبود، یعنی تای دلش با اسرائیل نبود، ولی از روی مصلحت دوست و متفق اسرائیل بود. چه فایده داره برای اسرائیل که شاه رو بزنه؟ از این جهت که شاه قدرت گرفته بود و ممکن بود مثلا اسرائیل بترسه که شاه اون در اون منطقه. نه دیگه، شاه که نمی اومد به خود مثلا اسرائیل نابود بکنه. یعنی اصلا می دونی شاه یکی از نکات مثبت شاه و یکی از دلایلی که من واقعا بهش علاقه مند بودم، به شاه علاقه مند بودم، این بود که میخواست ایران توی هچل نیفته. و میدون اینو در سر جریان بحرین، نمیدونم حالا بربود به این نیست و اینم براتون بگم چون جنبه سکوپ شاید براتون داشته باشه، موقعی که مسئله بحرین پیش اومد روزنامه اطلاعات مرتب مینوشت که بله آقا بحرین باید بریم، خودشون تصمیم بگیره هر کاری میخوان بکنن اینا. من تو که ها می نشتم که نه بحرین، ما از بچه که بودم می گفتن یکی از استانهای ایرانه، استان چارده هم. آره استان چارده هم نمی شه همطوری علکی ولش کرده رفتین. تا بالاخره یه روز الازد به زایدی گفته بودن که وزیر خارجه اردشیر که الان هنوزم الحمدلله زنده است، گفتن که به این چیه اینا دارن می نویسن و فلان اینا. بعد الازد فرموده بودن که میخواین ما رو توی هچلی مثل ترکیه بندازین سر این جریان قبرس که الان تمام سیاست ترکیه بسته شده به یه موضوع علکی اینجوری. و بعد در مورد بحرین طرح ما این بود که بعدم اجرا شد که بلافاصله که بحرین از زیر استعمار انگلیس در اومد ما باشه قرارداد دوستی بندیم بدون ویزا سرمایه گذاری مشترک، گفت 50,000 تا ایرانی میرن اونجا خونه های زمستونی درست میکنن، چه فرقی میکنه که کجاست. در مورد عراق هم الازد معتقد بود که اگه روابط خوب باشه مرز برداشته بشه 2,000,000 ایرانی سوار پیکان میشن میرن زیارت همین مقابر و فلان اینا، همه شروع میکنن فارسی حرف زدن میشه جز. یعنی شاه دنبال به کار بردن حربه فرهنگی ایران بود، یعنی ما با مولوی و حافظ یا حتی گوگوش و اینا بهتر میتونیم پیشرفت بکنیم تا با تهدید و زور و نمیدونم ایدئولوژی خمینیستی و اینجور چیزا. آقای روحانی در این مراسم روز قدس گفته بود که تفرقه جهان اسلام رو از آزادی فلسطینی ها دور کرده است. بعدم به مسئله داعش اشاره میکنن، میگن حالا که داعش آمده دیگه اصلا هیچ کس به فکر فلسطینی ها نیست و همه توجه دنیا جذب این شده که بیان با داعش مبارزه کنن. اینو شما چگونه ارزیابی میکنید این سخنان رو؟ این سخنان کاملا بی‌معناست، چون ببینید تروریسم اسلامی به اشکال مختلفش از آغاز اسلام وجود داشته. میدونید 3 تا از 4 تا خلیفه راشدین ترور شدن، میدونید ما حشاشین داشتیم، ما جنبش انصار در سودان داشتیم، ملا حسن در سومالی داشتیم، زراخان در و آخوند سوات در پاکستان و هند زمان انگلیس. یعنی میبینی تاریخ ایشون نمیدونه، اگه نگاه بکنه میبینی که سراسر تاریخ اسلام پر از مسئله تروریسمه و این اصلا ربطی به اسرائیل نداره، چه اسرائیل باشه چه نباشه. واقعا مثلا تروریست در آچه در اندونزی چه ربطی داره به اسرائیل؟ خب میگویند اسرائیل هیچ ضربه ای از داعش نخورده، بنابراین ممکنه خوشحال هم باشه که داعش وجود داره که اسلام دو فرقه شیعه و ممکنه اسرائیل هم ممکنه افتادن. اسرائیل خوشحال باشه ولی اسرائیل داعش رو به وجود نیاورده و فعلا داعش با اسرائیل دعوایی نداره، فعلا دعوای داعش با شیعیانه در عراق و با علویان در سوریه. بعد از اینکه شیعیان و علویان رو نابود کرد یا زیر سلطه خودش درآورد ممکنه علیه اسرائیل هم برگرده، ولی میدین این که آخه پای برای شخصیت سیاسی مثل آقای روحانی این واقعا بچگونه است که اینجوری تجزیه تحلیل بشه. ما باید بیاییم ببینیم که در اوضاع فعلی با وجود داعش نمیدونم فلان اینا به نفع ما هست که بی خودی هی
افکار عمومی رو بشورونیم علیه اسرائیل یا نه. اگه به نفعمونه بکنیم. من یعنی شما فکر میکنید اگر رابطه ایران و اسرائیل خوب بود، اسرائیل میتونست یک متحد باشه با ایران علیه داعش؟ بدون تردید، بدون تردید. برای که میدونین این سنیگری افراطی که الان داره بر قسمت های مهمی از کشورهای عرب مسلط میشه، اینا دو تا دشمن اصلی دارن، یکی یهود یکی شیعه. اینا ما اصلا این عرب ما رو اصلا مسلمان قبول ندارن، میگن ما گبر هستیم و فلان و اینا. وقتی من با قذافی مصاحبه کردم، یه مصاحبه مفصلی، بعد گفت بله ما مسلمان ها و نودن فلان میکنیم چیکار میکنیم، شما مثل که مثلا من مسلمان نیستم. من بالاخره بهش گفتم یه دفعه خواهش میکنم یه دفعه صبر کنین، شما ممکنه اسم یه نفر دانشمند فیلسوف لیبیای اسلامی رو به ما ببرید، من برای 100 تا اسم ایرانی میارم. اصلا زبون عربیتون رو ایرانی ها نوشتن، اولین گرامرتون رو ایرانی ها نوشتن، اصلا میده روش کم شدید. ولی میده این طرز تفکر عرب این است که ما مسلمان نیستیم، ما گبر هستیم، میدم چی هستیم فلان اینا. و مثل یهود اون معاون صدام حسین تا جزراوی یا تا یاسین رمضان و وزیر سلاحی بود، اونم رفتم دیدمش در بغداد، یه کتاب نوشته بود که سه موجودی که خدا نباید خلق میکرد: مگس، یهود و ایرانی و عجم. بعد خودش هم البته میدونی ایرانی الاصل بود، چون جز فعلیه یعنی مخلوط لور و کرد بودش که نزدیک همون گرماشای شما مون تا اون طرف بود. یعنی اگه روی تعصبات احمقانه بخواین برین، برای یه حزب شاید خوب باشه ولی برای یه مملکت نمیتونه خوب باشه. آقای روحانی باید فقط یه چیز در ذهن نمیشه: برای ایران چی خوبه، برای ایران چی بده، اون چیزی رو که خوبه برای ایران بکنیم. بقیه هم مواظب کارهای خودشون، فلسطینیا برن دنبال مساله خودشون باشن. ببین ما که از پاپ کاتولیک‌تر نمیتونیم باشیم. یاسر عرفات رهبر فلسطینیا قرارداد با اسرائیل امضا کرده، دولت فلسطینی با اسرائیل رفت آمد داره، 17 تا کشور مسلمان با اسرائیل رابطه دارن. ما چی آقا کاسه داغ داریم؟ همین فکر نمی‌کنیم که اگر مثلا مسئله فلسطین حل بشه به ضرر جمهوری اسلامی تموم بشه؟ به ضرر رژیم خمینیستی تموم میشه، ولی به نفع ایران. میدونی این دوتا با هم فرق دارن. یعنی یه جاهایی هست که یه چیزی که برای جمهوری اسلامی به عنوان رژیم خمینیستی خوبه، برای ایران زهره. و اینو در همه کشورهایی که تو انقلاب بودن دیدی. مثلا انقلاب فرانسه، ملت فرانسه به چه نفعی داشت که بلنش قوشون کشی بکنه بره مثلا رومانی رو فتح بکنه؟ چه دستیری بالش داره؟ ولی انقلاب فرانسه بعد صادر میشه. چون میدین انقلاب مثل دوچرخ سواریه، تا موقعی که پا میزنین روپا هستین و میرین جلو، اگه پا نزدین میفتین. انقلاب باید هی مرتب صادر بشه، هی مرتب در بحران باشه، هی مرتب شلوغ بکنه، هی مرتب تنش بیافرینه تا به زندگی خودش ادامه بده. ولی یک کشور برعکس در آرامش باید کار بکنه، باید بسازی. یه درخت سیب که میکاری 7 سال طول میکشه تا بزرگ بشه، و ایران هرگز در آرامش نبوده. من دارم همینه میگم. یعنی خوشبختی ما اینه که اگر این بیماری خمینیستی رو نداشته باشیم، دلیلی برای که تنش داشته در ایران باشه نیست. نه دلیل داخلی است، نه دلیل خارجی، نه کسی با ما دشمن، نه کسی بخواد ما رو بگیره، و نه ما در داخل مسئله سیاه و سفید و نمیدونم مذهبی و فلان اینا داریم. خودمون بی خودی واسه خودمون دردسر درست میکنیم. خب آقای الان چشم انداز رو چگونه میبینید؟ چه راههایی فکر میکنید وجود داره برای بهبود مناسبات؟ اصولا فکر میکنید با حکومت اسلامی در تهران سر کار بودنش، آیا هیچ وقت میتونه یک رپروشمانی بین ایران و اسرائیل بشه؟ با چرا نه. میدونه آقای خاتمی کوشش‌هایی کرد، اخیراً یه گزارشی بود که نمیدونم درست بود یا نه، که یکی از همکاران آقای رفسنجانی با 2 تن از نمایندگان اسرائیل در قبرس صحبت کردند که شاید به یه تفاهمی برسن برای مبادله 4 دیپلمات ایرانی که اسیر شدن در اونجا، از جمله آقای متوسلیان که یکی از بنیانگذاران حزب الله بود، با جنازه دان اراد که خلبان اسرائیلی بود که افتاد دست حزب الله و اینا. ببینید این تبادل زندانیان اسرائیلی که دست حزب الله هست با دیپلمات‌ها، ببینید از اینجور میشه شروع کرد که یک
جست انسان دوستانه از هر دو طرف بشه، شاید صلیب سرخ بین المللی در این کار شرکت بکنه. بالاخره میدونید خانواده ایرانیان اسیر که احتمالاً هنوز زنده هستن در اسرائیل مطرح هستن. بعد کمک هایی که اسرائیل به گروه های مسلح ضد ایرانی میکنه به خاطر این وضع دشمنی که هست، این میتونه قابل مذاکره باشه. قبلا هم ببینید به 1985 ببخشید 1995 یا 94-95 فر با دخالت فرانسویا ایران و اسرائیل به طور غیر مستقیم به توافق رسیدن که وضع لبنان آروم بشه. حزب الله برای 6 سال کوچکترین اقدامی علیه اسرائیل نکرد، اسرائیلی هم از این ور هیچ کاری نکردن، مبادله اسرا و زندانیان انجام شد. امکانات بسیار زیادی هست برای تخفیف این تنش، یعنی پایین آوردن این بحران مصنوعی که هم به نفع ایران نیست هم به نفع اسرائیل هم نیست، یعنی هر دو کشور ضرر میکنن با یه دشمنی کاملا بیجهت. شما روزی رو متصور هستید که سفارتخونه های دو کشور در پایتخت های یکدیگر باز بشه؟ بله، اون که مسلمه به هر حال اتفاق قاعد افتاده. من پیغمبر نیستم، آینده نمیدونم چیه، ولی به طور عادی اگه نگاه بکنین دو تا کشور هستن در یه منطقه، این منطقه مشترک بینشون، با مشکلات مشترک روبرو هستن از نظر مبارزه با تروریسم، مبارزه با دزدان دریایی که از تنگه تیران تا تنگه هرمز در حال فعالیت هستن و در حال رشد هستن. ما یهودیان ایرانی الاصل بسیار زیاد داریم در ایران، یک بسیار جمعیت یهودی 30-40 هزار نفری هنوز وجود داره، روابط تاریخی و فرهنگی عمیقی داریم، از تکنولوژی اسرائیل میتونیم خیلی استفاده بکنیم، از ارتباطات اسرائیل برای دسترسی به بازارهای مالی جهانی میتونیم استفاده کنیم. طبیعی نیست که یه ایران، یه کشور 80 میلیونی هیچ دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداره، فقط برای اینکه هر جا میری میگن حزب الله تروریست مخالف اسرائیل. و بعد هم این سیاست زدیت با اسرائیل به هر حال الان بیشتر از 30 سال گذشته، خب آخه نتیجه نداده. یعنی یه چیزی که بعد از 30 سال نتیجه نداده درش تجدید نظر میکنی. بله. میگه آخه چرا نتیجه نداده؟ خب البته فکر میکنی اگه تجدید نظر بکنن دوباره این فرماندهان سپاه تخته میشه؟ من فکر نمیکنم. یعنی واقعا الان یکی از چیزایی که داره مد میشه شکستن کاسه‌کوزه ها سر سپاه پاسداران. به نظر من اینطوری نیست. میدونید سپاه پاسداران یه جزئی است از مجموعه جامعه ایرانی، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجبور در سیاست دخالت کنه، چون اسمش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و این اونایی که اینو طراحی کردن باعث این دردسر شدن، وگرنه سپاه پاسداران در بسیار زمینه‌ها خوب عمل کرده، در زمینه صنایع توسعه صنایع تسلیحاتی خوب عمل کرده، در بعضی جاها پرفورمنس های خوب نشون داده، به هر حال جزء ملت ایران است. و سرانجام میدین در هر کشوری مسئول تصمیم گیرندگان سیاسی هستن نه نظامیان. یعنی فردا اگه تصمیم گیرنده سیاسی آقای خامنه‌ای بیاد به همین نمیدونم تیم سارایی که الان بهشون بردن بگن شما از این بعد یه پوزه بند ببندین، چاره ای ندارن جز اینکه ببندن. همین دیدی الان رئیس ستاد رو برکنار کردن، آقای فیروز آبادی رو. بله، یعنی میدونی تصمیم گیرنده سیاسی میتونه یک سیاست دیگه رو در پیش بگیره برای که مثل ناخدای کشتی میمونه. بنابراین این مد جدید که همه سپاه رو میکوبن، میدونی از آمریکا فلان اینا و جز گروه های تروریستی، این به نظر من کاملا اشتباهه، چون سپاه اولا یک پارچه نیست، گروه های مختلفی هستن، ریشه های طبقاتیشون مختلفه، ریشه های ایدئولوژیکشون مختلفه، افراد میهن پرست و ایران دوست توشون خیلی زیادن، افراد تحصیل کرده و مترقی به آینده نگر درشون هستن و در ایران آینده مسلماً باید نقشی داشته باشن. بنابراین سیاه کردن سپاه که میدونی یه جزء متأسفانه تبلیغات آمریکا و انگلیس و اینا هم هست الان و اسرائیل و همینا، این به نظر من کار درستی نیست. سپاسگزارم از شما امیر طاهری که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو. خیلی لطف کردین، همیشه لذت می‌برم.